بچه ها چطورین؟ خیلی خوش اومدین به یه ویدیو خفن و استثنایی دیگه با من. امروز براتون یه سورپرایز خیلی 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 ویژه دارم. خیلی توی کامنت گفته بودین که بهتون آموزش خط چشم بدم و امروز قراره بهتون انواع خط چشم برای انواع چشما رو یاد بدم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و دیگه بترکونین. تا انتهای ویدیو با من باشین. توی این ویدیو قراره خیلی چیزای خفنی بهتون یاد بدم و مطمئنم که خیلی خیلی به دردتون میخوره. 10 مدل فرم چشم داریم. مدل چشم گرد، بادومی، پفی، تک پلکی، درشت، ریز، گود، فاصله از هم که زیاد دارن، نزدیک به هم. خلاصه کلی مدل مختلف فرم چشم داریم که قراره من تک تک بهتون یاد بدم برای این فرم چشه چه خط چشی بکشید. اول از همه بهتون بگم که برای کشیدن خط چش به چه چیزهایی نیاز دارید. یک عدد خط چشم مشکی، یک عدد خط چشم سفید و یک عدد خط چشم مایه. میریم سراغ مدل اول فرم چشممون، فرم چشم مدل گرد. مدل چشمای گرد و بادومی یه شکلن تقریبا و مدل خط چشمی که بخوایم براشون بکشین یه شکله. چون این چشما باید کشیده تر نشون داده بشه، مدلی که بعد براشون خط چشم بکشین از این قسمت، از قسمت گوشه‌های داخلی چشم یه مقدار باید اینجوری تیز باشه برای چشمای گرد و بادومی. و یه خط چشم خیلی 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 نازک باید بکشین، چون اگه پهن‌تر بکشین چشمتون رو گردتر نشون میده و یه چیز اگزاجره میشه. گوشه چشمتون رو باید کشیده یه ذره پهن‌تر و رو به بالا بکشین. به این مدل خط چشم میگن خط چشم بالا. این از این برای چشمای گرد و بادومی بود. بریم سراغ چشم پفی. برای چشمایی که پف داره یه حالت سخت میتونین خط چشم برای این مدل چشا بکشین، چون هر کاری کنین وقتی چشتون بسته است میکشین، باز که میکنین انگار هیچی نکشیدین. مدل چشمای پفی یا تک پلکی، وقتی چششون رو باز میکنن یه دونه پلک اینجوری پفی پشت چششونه و این مدل چشا خیلی سخت میشه خط چشم کشید و خیلی مهمه که درست بکشید. باید خط چشم خیلی پهن بکشین که خط چشمتون رو نشون بده. برای چشمای پفی بیشتر باید گوشه چشمتون رو پهن بکشین، مثل این عکسی که اینجا براتون گذاشتم. برای مدل چشمهای تک پلکی کل پلکتون رو باید یه خط چشم خیلی پهن بکشین و کشیده که هم چشمتون رو کشیده کنه که هم بتونین خط چشمتون رو نشون بدین. روبرو رو نگاه کنین، خطی که میخواین بکشین رو با یه مداد نشونه گیری کنین، اینجوری بکشین و به سمت بالا و داخلش رو پر کنین. میرسیم سراغ چشمای درشت. برای چشمای درشت چجوری باید خط چشم بکشیم؟ چشمای درشت خب خیلی چشمای خوش فرمیه و هر مدل خط چشمی بکشیم بهش میاد، ولی برای اینکه خط چشم مناسب اون فرم چشم بکشین باید یک خط چشم گربه‌ای یا بالدار بکشین. مدل گربه‌ای میشه خط چشمی که از این گوشه، حالا همونطور که گفتم بالدار، رو به بالا کشیده و قسمت گوشه داخلی چشمتون هم میکشین. برای این مدل خط چشم دیگه داخل چشمتون نیاز نیست سفید کنین، چون چشمتون خیلی درشت‌تر نشون میده و از یه حالت اگزاجره میشه اصلا. تقریبا میشه گفت برای چشمای درشت شما هر مدل خط چشمی که بخواین میتونین بکشین، ولی خب خط چشم پهن به هیچ عنوان برای چشمای درشت نکشین و یه خط چشم خیلی خیلی نازک ولی بالدار بکشین. این از مدل شماره 5. میریم سراغ مدل شماره 6، چشمای ریز. من چشمام جز دست چشمای ریز میشه. برای چشمای ریز اولین کاری که باید بکنین چیه؟ این که داخل چشمتون رو سفید کنین با یه مداد سفید. من الان میکشم شما ببینید. برای اینکه داخل چشمتون رو راحت خط چشم سفید بکشین، چون خیلی ها مشکل دارن و نمیتونن بکشن، با این قسمت انگشتتون اینطوری از زیر چشمتون اینجوری بکشین رو به پایین و لسته چشمتون کاملا مشخص میشه و راحت میتونین بکشین. همین الان که خط چشم نکشیدم و فقط این چشممو داخلش رو سفید کردم، ببینید یه ذره فرق کرده، انگار یه ذره چشم منو درشت‌تر کرده نسبت به این. حالا یه خط چشم اینجوری مایه بعد بردارین، چون خط چشم مدادی باعث میشه که پس بده، پس در نتیجه از خط چشم مایه بهتر که استفاده کنید. و این مدل خط چشم نه تنها برای چشمای ریزه، بلکه برای کسایی که میخوان چشمشون رو درشت نشون بدن. برای کشیدن خط چشم اول رو به پایین نگاه می‌کنین، آینه رو از پایین می‌گیرین، یه خط چشم خیلی خیلی نازک از قسمت داخلی تا خارجی چشمتون میکشین. اول بن مژه هاتون رو تیره کنین.
برای گوشه چشمتون شما میتونین هم بالار بکشین، همین خط چش خیلی ساده، یه خط خیلی نازک رو به بیرون بکشین، هیچ فرقی نمیکنه، ولی من میخوام یه ذره کشیدش کنم که چشممو کشیده تر نشون بده. برای کشیدن گوشه خط چشمتون شما باید روبرو رو نگاه کنین. در حین اینکه روبرو رو نگاه میکنین، یه خط اینجوری گوشه چشمتون تا اونجایی که میخواین بکشین و در ادامه از گوشه خط چشم وصل کنید به داخل چشمتون، یعنی به ادامه خط چشمتون. حالا شما میتونین زیر چشمتونم، یعنی این پایین تر از اون قسمتی که سفید کردین و یه ذره تیره تر کنین، چشمتون خیلی گنده تر و درشت تر نشون میده. برای چشمه که از هم فاصله داره، مثل چشمای من، حالا چشمه من خیلی فاصله نداره ولی خب جز دست چشمایی که فاصله داره، برای این مدل چشها خب حالا چشمتون هر فرمی که هست همون مدل خط چشم میکشین، تنها فرقش اینه که اگر فاصله تون زیاد قسمت داخلی یعنی گوشه داخلی چشمتون رو کشیده تر کنین، که من الان میخوام این کار رو انجام بدم به این صورت. برای چشمایی که فاصله خیلی نزدیک به هم دارن، مثل این عکسی که میبینین، چشمای نزدیک به هم، نباید به هیچ عنوان خط چشم داخل چشمتون رو کشیده و یا تیز کنین، یا اصلا داخل چشمتون رو بخواین خط چشم بکشین. فقط قسمت بیرونی چشمتون رو رو به بیرون و رو به بالا، بیشتر روی قسمت بیرونی چشمتون باید کار کنین تا این فاصله رو یه ذره میزون کنین به قول معروف. برای کشیدن گوشه چشمم روبرو رو نگاه میکنم، گوشش رو مشخص میکنم و از قسمت گوشه این خطی که کشیدم به ادامه این خط چشم وصل میکنم. گوشه داخلی چشمم هم تیز میکنم. الان این خط چشم قشنگ مناسب فرم چشم منه. حالا ما چند مدل خط چشم داریم که خط چشم حالا به قول معروف میشه گفت خط چشمای فانتزی که باش میکاپ های خیلی مختلف میزنن. خط چشم کلاسیک، خط چشم گربه‌ای، خط چشم روباهی، اینا خط چشماییه که میتونیم بکشیم و خط چشمای خیلی خوشگلیه برای مهمونی ها، برای انواع میکاپ های مهمونی خیلی به کار میاد. یه مدل خط چشم کلاسیک داریم که من الان اونو براتون میخوام بکشم. میکاپ کلاسیک خب خیلی طرفدار داره و اینکه هیچ وقت قدیمی نمیشه. تنها فرق خط چشم کلاسیک با بقیه خط چشما قسمت گوشه بیرونی چشمه. باید قسمت گوشه بیرونی چشو برآمده بکشیم که من الان میخوام بهتون نشون بدم. یک سوم چشمو شما جدا کنین از این قسمت، یه ذره برآمده میکنم. گوشه بیرونی چشم یه ذره پهن میشه و یه خط خیلی نازک از گوشه به رو به بالا میره. اگر دقت کنید متوجه میشید که این گوشه بیرونی چشمم یه مقدار برآمده تر و پهن تر از این گوشه بیرونی خط چشممه. میریم سراغ خط چشم روباهی که من عاشقشم. برای خط چشم روباهی شما باید گوشه های داخلی چشمتون رو خیلی تیز بکشید. چرا بهش میگن خط چشم روباهی؟ به خاطر اینکه چشم روباه کاملا کشیده کشیده است، به خاطر همین بهش میگن خط چشم روباهی. دقیقا همون خط چشم کلاسیکه، چون خط چشم کلاسیک هم اینطوریه که از وسط یه خط صاف به گوشه بیرون چشم میکشیم و این کار باعث میشه خط چشم یه دست و صاف نشون بده. تنها کاری که میکنین اینه که گوشه داخلی چشمتون رو تیزتر میکنین. برای خط چشم گربه هم همینطور باید همین کار رو کنین. تنها فرقش اینه که مثل این عکسی که اینجا نشونتون دادم، باید داخل چشمتون رو کاملا تیره کنین تا بشه خط چشم گربه‌ای. این خط چشم روبایی و این خط چشم گربه‌ای همونطور که مشاهده می‌کنید، خط چشم روبایی قسمت داخلی چشمش یه ذره کشیده تره و اینکه خط چشم گربه‌ای داخل چشمو باید با یه مداد مشکی تیره کنین. حالا شما بستگی داره به اینکه چشمتون چه فرمی باشه، میتونین اصلا خط چشم رو بکشین، نمیتونین بکشین، چون این مدل به هر فرم چشمی نمیاد. با چند بار تمرین کردن خیلی راحت میتونید خط چش فرم مدل چشمتون رو بکشین. امیدوارم که از دیدن این ویدیو کلی لذت برده باشین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. اگر واقعا سوالی چیزی دارین، یا اینکه مثلا اگر چیز دیگه هست که دوست دارین بهتون یاد بدم، بهتون آموزش بدم، حتما حتما توی کامنت بنویسین، من با کمال میل بهتون یاد میدم و براتون ویدیو آموزشی خفن دیگه درست میکنم. خلاصه که دیگه بترکونین، عاشقتونم، دستتون رو میبوسم. تا ویدیو بعدی میبینمتون، فعلا خدافظ.